خودت بدون، منو از خودت بدون، واسه من دست بزنی. بله دست بزنیم واقعا براش. یه قشنگی میخونه از خودش قشنگتر بود. ببینید عزیزان، واقعا من نمیخوام خدای نکرده اینجا بهمن رو بکوبم له کنم. مجری ها کارشون محترمه، خواننده ها کارشون محترمه، منتها دیگه خوندن و نمیدونم صدای مجری ها رو دروردن، اینا واسه من مثل بچه بازی میمونه. من دیگه همه این مراحل رو گذروندم، من دیگه الان رسیدم به قول آخرش، و شما اگه امشب من رو حمایت کنید گیم آور نمیشم. ممکن بود امشب بهمن اینجا محسن یگانه رو دعوت کنه که بیاد برای شما بخونه. محسن یگانه از نظر من بچه هست، کاری نداره، هر صدایی که شما بگی انجام میشه، منتها مهم اینه که شما چقدر دلتون شاد میشه. و حالا ممکن بود میگم محسن اینجا باشه، محسن اینجا باشه فرق نمیکنه. آخر راه اومدن با روزگار، گره یک کوریه که وقت منه، یا تموم اتفاقای بعدش، شاهد زندگی سخت منه. هیچ کدوم کار محسن یگانه نباشه، چاوشی باشه، اتفاقا اونم محسنه. چمدونم و دارم میبندم با یه حس گمنه از دل خوشیام. برای من دست بزنید لطفا. بله خب وقت نیست واقعا آقا بهمن، من عذرخواهی میکنم، سر به سرت هم گذاشتم، دوستت دارم. چقدر نیدی؟ میدونی که چقدر هنرمنده، چقدر گلی، که من اگر تمام گلهای دنیا رو هم به پات بریزم بازم پات بو میده. من دوستت دارم. آخه این دنیا پای من میخوابه. آره. شبا که خوابش میاد. به من هاشمی یه مدت با من همسفر بود، شبا دیدم سرشو میکنه تو قفس میخوابه. گفتم مرد حساب این چه کاره؟ گفت میخوام خواب از سرم نپره. Let's go. Yes. دل کندن از شما سخت با من. چی جوری میتونیم؟ همین شما مثل من از بچگی عادت داشتیم و آرزو داشتیم. یک روز مثل سندباد، گفتم سندباد بر من آشنی، بر من اسمس داده. سلامتی سندباد که بچه در دروازه‌بان نبود، اما یک بوم همه دنیا رو باشن را شیرازی داشت. اسمس داده برام که سلامتی پنگوان که یه بجب قطعه بازش بیشتر نیست، هم اولادتی را میگه چه درده میگیم را جوان ازد نکن. اما من بهش دادم بهمن سلامتی مادر، برای اینکه سر سفره وقتی هر وقت غذا کمه، اولین نفریه که سیر میشه و دست از غذا میگه.